در این قسمت از برنامه توجهتون رو به گزارش کوتاهی از روزنامه‌های حکومتی امروز جلب می‌کنیم. سلام به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید. توی روزنامه حکومتی امروز یکشنبه 12 خرداد مهمترین تیتر و مطالب به کشمکش سر مذاکره کردن یا نکردن با آمریکا و همطور ماجرای جنایت نجفی وزیر پرسابقه رژیم اختصاص پیدا کرده. کنار اینا واکنش های جنون‌آمیز به اجلاس های سگانه مکه توی روزنامه هر دو باند حاکم دیده میشه. در ضمن توی روزنامه حکومتی توی حجم قابل توجهی از مطالب هم به سال مرگ خمینی دجال پرداختن. از روزنامه باند ولی فقیه شروع میکنیم که مذاکره جویی باند رقیب و مورد حمله قرار دادن. رسالت حسین شریعت مداری: کسانی که دم از مذاکره میزنند اگر خائن نباشند خیلی عقب هستند. همانطور که مقام معظم در بیاناتشان فرمودند مذاکره مجدد سمی مهلک است. روزنامه کیهان هم اینطور نوشته: روح برجام همان چیزی است که ترامپ بی پرده و تعارف دنبال می کند. تسلیم. فقط ساده لوح‌ها ممکن است فکر کنند که تخاصم آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر چند سانتریفیوژ و 5 کیلو اورانیوم غنی شده کمتر یا بیشتر است. همین ساده لوحی باعث می شود عده‌ای گمان کنند برجام پرونده ساختگی و جنجالی فعالیت هسته ایران را حل کرد. سیاست روس زاکانی: ایشان خامنه ای با ناموسی خواندن توان دفاعی کشور به کسانی که به پروراندن افکار خام مذاکره بر سر توان موشکی دانسته یا نادانسته امنیت و شرف کشور را زیر سوال میبرند این پیام را دادند که مذاکره بر سر توان دفاعی کشور امری محال است. توی روزنامه‌های باند روحانی با بیان‌های مختلف به ضرورت مذاکره با آمریکا تاکید شده. آفتاب یزد نوشته: روحانی: ما اهل منطق و مذاکره ایم. اگر با احترام کامل و در چارچوب مقررات بین‌المللی سر میز مذاکره بنشینند نه اینکه فرمان مذاکره صادر کنند. ایران به صراحت و روشنی تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را نفی کرده است. طرف‌های سوم و میانجی از جمله ژاپن می‌توانند ایده‌های سازنده خود را ارائه کنند و بدون مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها دو طرف رفتارهایی را پیشه کنند که به کاهش تنش منجر شود. راهبرد ایران در این سخنرانی روشن است. آرمان محمد هاشمی: به نظر می‌رسد مذاکره نه به آن شکل مرسوم بلکه به شکل دیگر در حال انجام است. به گونه ای که مقام معظم رهبری یک سخنرانی ایراد می‌کنند، ترامپ در سطح رسانه‌ها پاسخ می‌دهد. همچنین زمانی که ترامپ موضعی را در تریبون مطرح می‌کند، مقام معظم رهبری در تریبون رسمی پاسخ را ایراد می‌کند. یکی از روزنامه‌های باند خامنه‌ای میون دود و دماش به بی‌آیندگی برجام هم اذعان کرد. وطن امروز مهدی محمدی: اگر بنا باشد برجام آینده‌ای داشته باشد، حداقل دو اتفاق باید رخ بدهد. یک، اروپا به همه تعهدات برجامی خود به طور کامل عمل کند و دو، آمریکا فشارها و تحریم‌های خود را به عقب بازگرداند. توی روزنامه‌های باند ولی فقیه ارتجاع بعد از شکست دست و پا زدن و تقلای ظریف برای برقراری رابطه با کشور منطقه به سیاست‌های اون حمله شده که می‌خوام یه نمونه رو با هم دیگه بخونی. سیاست روس: در چنین شرایطی که عربستان سعودی علیه نظام شکل داده، آیا موضع ظریف که گفته اگر دولت سعودی این آمادگی را داشته باشد که سیاست خود را تغییر دهد من فردا میتوانم در ریاض باشم، موضعی مقتدرانه و بر اساس یک دیپلماسی انقلابی است یا یک دیپلماسی کوتاه آمدن ظریفانه مقابل رژیمی است که شمشیر را از رو بسته و منتظر فرصت برای وارد کردن ضربه است؟ توی روزنامه‌های هر دو باند حاکم مطالبی در مورد شکست عربستان برای به انزوا کشوندن رژیم توی سه تا اجلاس مکه به صورت کلیشه‌ای تکرار شد. یه روزنامه باند مغلوب اما نکته دیگه‌ای نوشته: همدلی: جنس این سه کنفرانس، یعنی کنفرانس سران عرب، خلیج فارس و سران اسلامی، تفاوت‌هایی داشت و عربستان در حد بالایی در دو کنفرانس سران عرب و خلیج فارس موفق شد به وحدت نظری دست پیدا کند. در مورد سران کشور اسلامی چندان موفق نبودند و دلیل امر این است که تعدادی از کشورهای سران اسلامی از اونجا که عرب نیستند اساساً تحت سلطه عربستان قرار ندارند.
بریم سراغ موضوع دیگه، یعنی کشمکش‌های باندی سر جنایت نجفی شهردار سابق تهران که توی روزنامه‌های هر دو باند بیشترین حجم مطالب رو به خودش اختصاص داده. روزنامه‌های باند موسوم به اصلاح طلب برای در بردن اون تلاش کردن و در مقابل روزنامه‌های باند رقیب به فساد این باند تاکید کردند. وطن امروز: شلیک او در ساختمان 1702 تنها شلیک به قلب میترا استاد نبود، او به قلب اصلاح طلبانی شلیک کرد که با وجود انذارها او را بر صد نشاندند. اکنون خوب است رسانه‌های اصلاحاتچی با دفاع ناشیانه از یک قاتل بیش از این به جسد اصلاحات شلیک نکنند. جهان سنت: تکمیل پازل نجفی منوط به دانستن شرایطی است که بر او تحمیل شده تا او چاره جز استفاده از گزینه تسلیم در حل تعارض نداشته باشد. به هر حال آنچه مهم است این است که نجفی آخرین فردی نیست که به بازی‌های سیاسی می‌بازد. خب دوستان عزیز، این بود نگاه امروز ما به روزنامه رژیم. ممنون که برنامه ما را دنبال کردید.